تغفر لي ما سلف من ذنوبي على كثرتهم. افل حاجت بین گناهای گذشته منو ببخشید. میدونم زیاده اما رحمت تو بیشتره، هرچی من گناه بیارم رحمت تو بیشتره. و انت عزمنی فیما بقیم عمری، یه کاری کنی بقیه عمرم و گناه نکنم. عجب دعایی، خدا میدونه. همین یه خط تا سحر هی تکرار کنی جا داره، هزار تا معنا داره. اولین حاجت امین گناهای گذشته منو ببخشی، یه اراده بم بدی. اینی که الان توبه میکنم دیگه بر نگردم به گناه، و تو طهر دینی مما یدنس و یشین و یزیب. دین منو پاک کنی از آلودگی و زشتی، این همه لکه های سیاه از دلم پاک بشه. و تحمیه او من الرهیب و الشک و الفساد و الشک. معنا دیگه واضحه، من خیلی از جملات رو معنا نکنم. و تو ثبتنی على طاعته و طاعت رسوله و ذریته النجباء السعداء صلواتك عليهم و رحمتك و سلامك و بركاتك. و تحیینی ما احییتنی على طاعته و تو بی طاعته دم برداری و اطاعت از بر و آل پیغمبرم به اطاعت از اونا بمیرم. نیاد روزی که از اونا جدا بشم، یعنی تا دم آخر بگم حسین عاقبت به خیری، یعنی دم جون دادن امام رضا سرم رو به دامن بگیر. مواظب باشی با یه مارم زون و یه دهه یه مناجات کاری نکردیم. الان تو صحنه جامعه مادر جلو منو گرفته، حتما تو جلسه از این مادر گریه میکرد، میگفت رو امام رضا از مردم بخواد جوونم و دعا کنم. میگه جوون 30 سالم تا حالا اهل هیئت، اهل روزه، اهل نماز، یه مرتبه یه ساله نه نماز میخونه نه روزه، همه رو گذاشته کنار. مادر داره آب میشه و میسوزه، میگه بچم از امام رضا جدا شده و فاصله گرفت. یا امام رضا، جوونامون در معرض خطرن، در معذر ابتلا. دعا کنید، باور کنید بعضی مریضی ها به سرطان و به غیر وزالک نیست، بعضی مریضی ها مریضی چشمه، مریضی قلبه، مریضی روحه. بخوای تا آخر همینجوری با همین اطاعت و با همین محبت جلو بریم. و الله تمحو من قلبی مودتهم و محبتهم. هرچی رو ازم میگیری بگیر، محبت و مودت این خاندان رو ازم نگیر. همه امنیت من، همه امان من در گرو و همین محبت. یه چیو ازم نگیر. و بغض اعدائهم و مرافقت اولیائهم و برهم. و اسألک یا ربن تقبل ذلک منی.
کدام سر 29 فقط یه حرفی دارم، من چیزی نیاوردم این مارم از اون، هرچی نگاه میکنم دستم خالی، همین یه ذره ای که برات آوردم و ازم بپذیر. تو حبب الی عبادتک و المواظبت علی ها و تو نشطنی لها. فقط ما رمزون به سر رغبت نکنم. خیلی مهمه این دعا، کاهش میکنم من آروم آروم عبارت ها رو جلو میرم، یه عبارتش اجابت بشه برای دنیامون بسته، برای آخرتمون بسته. خدایا یه کاری کن از ما رمزون که میرم عاشق سحرها بشم، عاشق مناجات و عبادت بشم. یه کاری کن به سمت تو میام با نشاط میام با شوق میام، خجالت میکشم این حرفو بزنم، میخوام بگم همه صورتم خیس عرق میشه، من همونیم که برا گناه با نشاط قدم برمیداشتم، میخواستم سمت گناه برم دست و پامو گم میکردم و با شوق میرم، خواستم دو رکعت نماز بخونم زورم میومد کسل بودم. یه کاری کن بعد ما رمزون برا گناه کسل باشم، برا عبادت مشتاق باشم. الان داره عبارت همینو میگه، و تو بقض علی معاصی که و محارمش و تدفعنی عنها. یه کاری کن گناه در نظرم منفور بشه، لذت ترک گناه، لذت ترک گناه خیلی سخته. دعا کدوم؟ از خدا بخون دمه بزنگاه لب بردگاه، گناه و برامون منفور جلوه بده، ازش دل بکنیم و ببریم. و تو جنبن تقصیر فی صلواتی و الاستهانت بها و تراخی عنها. خیلی نمازام و سبک شمردم، یه کاری کن دیگه تو نمازم کوتاهی نکنم، یه کاری کن سستی رو کنار بذارم. و تو وفقنی لتعدیتها کما فرضت و امرت به على سنة رسولك صلواتك عليه وآله ورحمتك وبركاتك. نماز نماز یه تسلیم اول به خودم میگم، محال من تو روزه و مناجات اول به خودم نهیم نزنم، خودم از همه کاهل ترم. یه تصمیم بگیرم سحر 29 بگم نمازم و سبک نشمرم، نمازم و همیشه اول وقت. قربون اون آقایی برم که کشته نماز بود، زهر عاشورام ایستاد مقابل لشکر، الله اکبر الله اکبر. برید کربلا رو تاریخ و ورق بزنید، 13 شهید داده نماز امام، 13 شهید به خاطر یه نماز اول وقت. حضرت وقتی ایستاد به نماز، نانجیب گفت الان وقت خوبیه، حسین ایستاده به نماز، همین الان کار حسین رو تمام کنی ای نامرد مردم. نگفتن این پسر پیغمبره. سعید ابن عبدالله بعضی روایات، زهیر، یکی یکی خیلی از شهدایی که الان اسم نمیبرم، ایستادن مقابل حضرت، سپر بلا شدن، هی لشکر تاخت، هی تیراندازی کرد، نذاشتن یه تیر به امام بخوره، نماز امام تموم بشه. نوشتن تا سلام نمازو داد
سعید یه نگاهی کردید آقاش سالمه، با صورت افتاد رو زمین. انقدر من حسرت میخورم یه وقتایی به این شهید سعید ابن عبدالله حنفی. میگن ابی عبدالله سلام نماز تموم نشده، سلام نماز تموم نشده، خودشو رسون بالا سر سعید، سر سعید رو بغل کرد، تیرا رو از بدنش در آورد. سعید ابن عبدالله نفسای آخر یه جمله به امام گفت: عبفیتک یا ابا عبدالله. آقا راضی بودی من وفا کردم، یه جمله بگو از من راضی بودی من جون بدم. ابی عبدالله سرشو به علامت تأیید تکون داد: آره سعید راضی هم. یه جمله گفت با طلا بنویسن کمه، فرمود: سعید میخوای بدونی جاد کجاست؟ انت امامی فی الجنه. سعید برو تو روبروی من تو بهشتی. ببین نماز آدم به کجا میرسونه، شهید نماز شد. خدایا من نماز رو سبک بشمارم، نمیتونم ادعا کنم عاشق حسینم. یه کاری کن شیطون ازم دور بشه، اگه کاهلی کردم دیگه این کارو نکنم. خضوعا و خشوعا، با خضوع و با خشوع و تشرح صدری لإيتاء الزکات و اعطاء الصدقات و بذل المعروف و الاحسان الى شیعت آل محمد علیه السلام و مواساتهم و لا تتوفانی. نمیخوام اهل ناله تحویل بگیرن چون کم کم موسم حج داره میرسه، قطعا اونایی که امسال حاجیان معلومه دارن آماده میشن. ولا تتوفانی الا بعد ان ترزقنی حج بیتک الحرام و زیارت قبر نبیک و قبور الائمه علیهم السلام. جوونا خصوصا این یه فرازو بخونن، تو جوونی روزیتون بشه. خدا میخوای اجل من بیاد، میخوای منو از این دنیا ببریم، ازت التماست میکنم، ازت خواهش میکنم، تا منو حج بیت الله نبردی جون منو نگیر، تا منو زیارت مدینه نبردی مرگ منو نرسون. میخوام از نزدیک مدینه رو ببینم، بقی رو ببینم. شالا با سلامت بری با زیارت مقبول، شالا یه مدینه بریم نه مثل این مدینه ها. چرا میگم نه مثل این مدینه ها؟ مدینه ای که نتونی داد بزنی علی مدینه نیست، مدینه ای که تا عشقت میاد رو چشمت میزننت، مدینه دلت میخواد راحت بگی مادر، مدینه بی آل سعود مدینه است. شالا بیاد اون روزی که آل خبیس، آل نحس، آل سعود نباشن، یه مدینه بریم با دل سیر، هی بخوریم زمین بگیم آخ مادر. خاطره تعریف کنم، عیب نداره وسط دعا عیلی دلتو میلرزونه، اونایی که مدینه میخوان الان وقتشه. کی از امام رضا بهتر؟ یادم نمیره اولین سفر مدینه بود، شاید نزدیک 18-19 سال قبل، سال 79. خیلی آزاد بودیم، میرفتیم تا پشت در بقی اون بالا، اونایی که قدیم رفتن و یادشون بود.
یادم یه شب عجیب تا سحر روزه خوندیم و ناله زدیم و زجه زدیم، اینقدر حالمون عوض شد، اینقدر گریه زیاد شد، خودمون به اجبار جلسه رو تعطیل کردیم و همه رفتن خونه هاشون هتل هاشون. نیم ساعتی تو هتل بودم، دیدم از اتاق دو سه تا اومدتر صدای زجه میاد، رفتیم در اتاق و زدیم، یه کامل مردی در رو باز کرد، گفتم عزیزم، رفیقم، هم سفرم، هم کاروانی، دو ساعت پشت بقی داریم گریه میکنیم، دیگه بسه، بذار زن و بچت بخوابن، استراحت کنن، فردا شب دوباره میریم پشت بقی و گریه بزاریم. دستم رو گرفت گفت سید بیا تو ببین دخترم چه سوالی میکنه. دختر داری؟ دختر چقدر کنجکاوه. دیگه اون رفتم جلو گفتم چی میگه؟ بهم گفت بیا خودش بهت میگه. گفتم همون، دیدم یه دختر 4-5 ساله بغض کرده، چشم خیس گریه، پدر گریه، مادر گریه. گفتم چه سوالی کردی؟ گفت امو شما بودی روزه میخوندی؟ گفتم آره من بودم. گفت وسط حرفات گفتی یه مادر رو اینجا زدن. گفتی جلو چشم بچه هاش سیلیش زدن. من از بابام یه سوال کردم، شاید حرف بدی زدم، شاید اشتباه، سادات ببخشم. گفتم چه سوالی کردی؟ گفت من از بابام پرسیدم مگه این مادر، مگه این زن شوهر نداشته، یه مرد نداشته، یه مدافع نداشته؟ هرچی به بابام میگم جوابمو نمیده. بغلش کردم گفتم چرا عزیزم، یه مرد داشت، مرد همه عالم بود، وقتی میزدنش دستای این آقا رو بسته بودم، جلو چشمش با دستای بسته ناموسش رو زدم. آخ مادر، کی میشه مدینه اینجوری گریه کنی؟ کی میشه مدینه بگی آخ مادر؟ شدا مدینه بریم. یادم یه سفر یه سیدی به هم میگم فلانی به مردم بگو از مسجد النبی تا بقی آروم را برن، تون نرن، بی احترامی نکنن، شوخی نکنن. منم ساده نمیدونستم چی میگه، گفتم چرا؟ گفت معلوم نیست مادر ما کجا زمین خورده، تو این فاصله هی خورد زمین. گفت علی علی علی، حالا وقتشه به خدا زرنگ، گدای زرنگ به این میگم، به زهرای مرضیه، به فاطمه، اسم فاطمه رو ببن. ببین دریای رحمت خدا رو به خروش میندازی یا نه؟ به فاطمه الهی الان و سالون که یا رب توبتا نصوحا ترضاها. میخوام توبه کنم، توبه خالص، اونی که تو بپسندی. و سالون که یا رب توبتا نصوحا ترضاها و نیتا تحمدها و عملا صالحا تقبلها و ان تغفر لی و ترحمنی اذا توفیتنی و تهون علی سکرات الموت.
به 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 تو حرم امام رضا دعا چیه؟ خدا سختی های جون کندن و به من آسون کن. شنیدم دم جون دادن خیلی کار سخت میشه. و تحشرنی فی زمرت محمد و آله صلوات الله علیه و آله و تدخلن الجنة برحمتك و تجعل دمعی غزیرا فی طاعتك و عبرتی جاریتا فی ما یقربنی وقلبي عطوفا على أوليائك وتصونني في هذه الدنيا من العاهات والعافات والأمراض الشديدة والأسقام المزمنة. منو از معلولیت ها، از مریضی های سخت، از ناخوشی های مزمن، از انواع بلا و حوادث دور نگهدار. نامه داده یه سال خواهرم سرطان داره. خیلی ها دردشون رو نمیتونن بگن، خیلی ها با مریض اومدن این همه راب و جمیع انواع البلاء والحوادث و تصرف قلبی عن الحرام و تبغض الی معاصی و تحبب الی الحلال و تفتح لی ابواب و تثبت نیتی و فعلی علی وتمد في عمري عمر طولاني كن. میخوام تو عمر طولانی عبادت تو انجام بدم، میخوام تو عمر طولانی گذشتم و جبران کنم و تخلق ابواب المحن عنی، درای رنج و مهنت و برون ببند. و لا تسلبنی ما من انت بهی علی، نگیر ازم نعمتایی رو که به من عطا کردی. و لا تسترد شیئا مما احسنت بهی علی، نگیر ازم احسان و لطفی که در حقم کردی. ولا تنزع من النعم التي انعمت بها علي، نگیر ازم نعمتایی که بهم ارزانی داشتی. و تزید فی ما خولتنی و تضاعفه اضعافا مضاعفا. نگیر حرفم یه چیز دیگه است، اضافش کن نعمتایی رو که بهم دادی. روزیمو زیاد کن، چند برابر کن. اگه سالی دوبار می اومدم حرم امام رضا، بذار 5 بار بیام، بذار 10 بار بیام. اگه سالی یه بار کربلا می طلبیده منو، بذار بیشتر برم. اگه فقط مارم از اون اهل عشق بودم. چند برابر یعنی چی؟ یعنی یه کاری کن همه سال اهل گریه و مناجات بشم. و ترزقنی مالا کثیرا واسعا سائقا هنیئا نامیا وافیا و عزا باقیا کافیا و جاها عریضا منیعا. معنا واضحه، بخت و نگیرم. و نعمتن سابقتن عام من و تغنینی به ذالک عن المطالب منکدت و الموارد الصعب و تخلصنی منها معافا فی دینی و نفسی و ولدی و ما اعطیتنی و منحتنی دینم جانم فرمانم.
فرزندم، آنچه را که به من دادی در سلامت بدار، از گزند بلاها دور کن، و تحفظ علی مالی و جمیع ما خولت، و تقبض عنی عید الجبابر، دست ستمگرا و ظالما را از ما دور کن، و تردنی الی وطنی، و تبلغنی نهایت عملی، فی دنیای و آخرتی، منو به وطنم برگردون، یادم رفی چند شب زندانی ها رو دعا کنم، خیلی آدم در التماس میکنن، ما زندانی داریم، اونایی که به ناهم، اونایی که به خاطر مسائل جزئی افتادن گوشه زندان و از خانواده دورن، خدایا رحمتت رو شامل حالشون بفرما، اونها رو به وطنشون برگردان، و تجعل عاقبت امری، خیلی مهمه از آمین رو من رد میشن وقتی ندارم عزیز دلم نواشار بکنم من فیضو دارم، واقعا هر کدومش هزاران حسه داره، هزاران حکایت داره، حرف داره، و تجعل عاقبت امری محمودتا حسنتا سلیما، سرانجام کار مهمه، مرحوم است احمد آقای خمینی فرزند راحل ما، ایشون تعریف میکرد، من یه جایی میخوندم میگفت یه روزی تنها شدم با پدرم، مرحوم حضرت امام داشت قرآن میخوند تو ایوون خونه، اومدم نشستم کنارش، گفتم یه سوال از اون دارم، اگه الان یه ملکی نازل بشه، اگه الان یه دعای شما رو خدا بگه میخوام اجابت کنم، یه دعا کنید، همه ای عمرتون رو بدید یه دعا کنید، دعای سریع الاجابه، دعایی که اجابتش قطعیه، چی میخوایی بسید؟ گفتم ما حسل عمر امام ببینم چیه؟ یه مرحوم امام مکسی کرد، قرآن و آروم و با احترام بس، گفت احمد همه دعای من همین عاقبت به خیری، سه بار گفت عاقبت به خیری، عاقبت به خیری، عاقبت چیه مطلب؟ خدا میدونه عاقبت به خیری چه نعمتیه، فاینالی میشه سرانجام، هزاران نفر رو میشناسی یعنی تو عمرشون چی کار کردن، عاقبت به کجا رسیدن، نیک باشه، تجعل عاقبت امری محمودتا حسنتا سلیما، تجعلنی رحیب الصد و واسع الحال حسن الخلق بعیدا من البخ، منو پر حوصله قرار بده، منو خوش اخلاق کن با زن و بچم، با اهل و عیالم، با اهل دین، بعیدم من البخل، منو دور از بخل و دور از حساست صفتهای بد و زشت و از من دور کن، والمنع والنفاق والکذب والبهت و قول زور، هر کدومش میتونه عاقبت آدم رو به شر برسونه، هر کدومش میتونه آدم رو نابود کنه به تنهایی، و ترس خفی قلبی، حالا اینا رو از من دور کن، دروغ رو دور کن، تهمت رو دور کن، ناحق رو دور کن، بخل رو دور کن، دروغی رو دور کن، چی رو به جاش در قلب من قرار بده، و ترس خفی قلبی، محبت محمد و آل محمد و شیعتهم، و تحرسنی یا رب فی نفسی و اهلی و مالی و ولدی و اهل حزانتی و اخوانی و اهل مودتی و ذریتی برحمتك و جودك، اللهم هذه حاجاتي، اگر نمیگن ماه ماه دعاست،
مگه نمیگن آخرین روزا مهمترین روزاست؟ جانمونی از دعا، چه دعایی از این بهتر؟ اللهم هذه حاجاتي عندك وقد استكثرت عن أمي وشحي للأمي وشحي وهي عندك صغيرة حقيرة. اینا حاجات منه، نبین حاجات من انقدر کوچکه، از پستی منه. و علیک سهلتون یسیرم، برا تو کاری نداره برآورده کردنش. و اسالو که به جاه محمد و آل محمد علیه و علیهم السلام عندک و به حقهم علیک و به ما اوجبت لهم و به سائر انبیائک و رسلک و اصفیائك و اولیائك المخلصین من احبادك و باسمك الاعظم الاعظم لما قضیتها كلها و اسعفتنی بها ولم تخیب املی و رجائی نکن ناامیدم کنیم. اللهم و شفع به به، حالا همه توجهت به حرم امام رضا باشه. اللهم و شفع صاحب هذا القبر فیم، خدایا شفاعت صاحب این قبر و نصیبم کن. بذار اسممو بنویسن تو ظاهرهای امام رضا. یه امام رضا برای همه دنیا و دین من بسه. یا سیدی، یا ولی الله، یا امین الله، یا امام رضا، آقای من، مولای من، اسألو جن تشفع لی الالله عز و جل فی هذه الحاجات كلها بحق آبائك الطاهرين وبحق أولادك المنتجبين فإن لك عند الله تقدست أسماؤه المنزلة الشريفة والمرتبة الجليلة والجاه العريم. اللهم لو عرفت من هو أوجه عندك من هذا الإمام ومن آبائه وأبنائه الطاهرين عليهم السلام والصلاة لجعلتهم شفعائي وقدمتهم أمام حاجتي وطلباتي هذه. فاسمع مني دعامو بشنو، صدامو بشنو، فاستجب لي وافعل بما انت اعلم. با من همون جوری عمل کن که خودتی، رحمت خود، مثل خود که تو اهلشی، یا ارحم الراحمین. اللهم و ما قصرت عنه مسألتی وعجزت عنه قوتي ولم تبلغ فطنتي من صالح ديني ودنياي وآخرتي فامنن به علي واحفظني واحرسني وأبلي واغفرني ومن أرادني بسوء أو مكروه من شيطان مريد أو سلطان عنيد أو مخالف في دين أو منازع في دنيا أو حاسد علي نعمة أو ظالم أو بار فاقبض عني یدم. هر کی میخواست به من آسیبی برسونه به دینم، جانم،
به خانوادم، میخواست منو سرکش کنه، میخواست منو گمراه کنه. خدایا دستشو از من کوتاه کن، بس رفع عنی کیده مکر توتعشو به خودش برگرد، و اشغله عنی به نفسی، و اکفنی شر و شر اتباعی و شیاطین، و اجرنی من کل ما یضرنی و ويجحف بي وأعطني جميع الخير كله مما أعلم ومما لا أعلم أرش خير بمن أتى كل اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لي ولوالدي ولإخواني وأخواتي بیامرز هم من و هم پدر و مادرم و هم برادرام و خواهرام و به اعمامی و عماتی و اخوالی و خالاتی و اجدادی و جداتی و اولادهم و ذراریهم و ازواجی و ذریاتی و اقربائی و اصدقائی و جیرانی و اخوانی فیک من اهل الشرق والغرب و لجمیع اهل مودتی من المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات و لجمیع من علمنی خیرا او تعلم مني علما اللهم اشركهم في صالح دعائي وزيارتي لمشهد حجتك ووليك واشركني في صالح ادعيتهم برحمتك يا ارحم الراحمين وبلغ وليك منهم السلام والسلام عليك برحمة الله وبركاته يا سيدي يا مولاي موسى الرضا صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك أنت وسيلتي إلى الله وذريعتي إليه ولي حق موالاتي وتأميلي فكن شفيعي إلى الله عز وجل بالوقوف على قصتي هذا وصرفي عن موقفي هذا بالنجح بما سألته كله برحمته وقدرته اللهم ارزقني عقلا كاملا ولبا راجحا وعزا باقيا وقلبا زاكيا زكيا وعملا كثيرا وأدبا بارعا واجعل ذلك كله لي ولا تجعله علي برحمتك يا أرحم الراحمين. یه جمله و تقدیم کنم چند دیگم عزیز دلم یا امام رضا اسم مادر تو بردم جایی که اسم مادرت بیان محال اسم دیگه ای بیان اصلا سفره مادر قشنگترین سفره عالم. یه جمله از کنم و اهل ناله حقشو ادا کنم بگم یا امام رضا آقا جان شما زهر خوردید انگور مسموم زهر شکران
زهری به امام رضا داده، یه مجلس وقت میخواد. به امام مجتبی هم زهر دادن، اما نوشتن زهر حلاهل دادن. چندین بار امام مجتبی زهر رو برگردون، چندین بار رفت سر قبر پیغمبر رو شفا گرفت. به امر خدا زهر از بدنش خارج شد، اما تو اهل بیت زهری که به امام رضا ملعون علیه اللعنه داد، یه زهری بود نظیر نداشت. برای امام مجتبی نوشتن 3 روز طول کشید زهر حلاهل رفت تو بدن امام، اما برای امام رضا بمیرم. برای صبح امام رضا زهر دادن، ظهر امام رضا به شهادت رسید. اصلا خیلی طول نکشید زهر شکرانو که خون. اینو تاریخ میگه، مبالغه نیست، زبان حال نیست. نوشتن فاصله بین کاخ محمود تا حجره چقدر فاصله ای نداشت. انقدر خود زمین انقدر بلند شد. بعضی ها نوشتن تا 50 بار هی خود زمین هی بلند شد. نه اصلا دو تا بره بگم یا امام رضا شما زمین خوردی، حق داشتی با زهر شکران زمین بخوری. دلم یه جاییه فقط اشاره کنم که مسیر روزه را بیفته، اشک جاری بشه و منم با تو گریه کنم. بگم یا امام رضا، آقا جانم، زهر شکران کاری کرد، هی بخوری زمین بلند بشی. و الا یه مرد به راحتی زمین نمیخوره. چی میخوام بگم اهل روزه؟ یه مردی سراغ دارم، زهر نه، زخم تیغ و خنجر نه، هیچی نتونه زمینش بزنه. من نمیگم برو تاریخ و برق بزن، هیچ کس هیچ چیزی نتونست علی رو زمین بزنه. یه روز تو جنگ احد 90 تا زخم خورد، اصلا زانوش لرزه به دانوش نیفتاد، چه برسه این که زمین بخوره. با عمر ابن عبدودها، با مرهم خیبری ها، با هر کی پنجه تو پنجه جنگی، یه بار ندیدن علی زمین بخوره. زهر میتونه علی رو زمین بزنه؟ نه. شمشیر میتونه علی رو زمین بزنه؟ نه. آی غیرتی ها، چی علی رو زمین زد؟ کجا نوشتن علی با صورت افتاد رو خاک؟ بگم و داد بزنی برای مادر ما بلند گریه کنید، امام صادق با صدا گریه کنید. چی علی رو زمین زد؟ اون لحظه ای زمین خورد که دید زهراش رو به قبله، رسید تو خانه دید یه پارچه سفید رو فاطمه کشیدن، تا دید بی فاطمه شده و سقط علا وجهه. بگو یا زهرا، محضر امام رضا روزه مادر خوندن خیلی سخته. حاجی فرمود هیچی نتونست علی را از پادر بیاره، اما وقتی رسید دید همه زندگی علی پاش رو به قبله. آروم نشست، سر زهرا را برداشت، گفت ممنونم اگر نرمی.
زهرا پاشو علی داره صدا میزنه. التماس علی اینه میمیرم اگر حاجیم اگه شب آخر ماه نبود، اگه شما پسر حضرت زهرا محضر امام رضا نخونده بودید، به والله من به خودم اجازه نمیدادم بگم. حالا که این مردم هم دارن اینطوری گریه میکنن، اینجا میگن هرچی علی التماس کردید فایده نداره. یه نگاه به اسما کرد، گفت اسما بچه هامو از حجره ببر بیرون، هیچکی تو حجره نمونه. اسما میگه بچه ها رو بردم بیرون، دیدم قهرمان خیبر اما من سر بردار ابا از رو دوشش برداشت، صورتشو گذاشته رو صورت فاطمه. چی میگه؟ صورت رو صورت فاطمه، اشک چشم علی رو صورت فاطمه، صدا زد فاطمه من علیم. لحظه چشمای زهرا باز شد. شیخ عباس می نویسه جان از بدن بیبی مفارقت کرده بود، اما ناله ناله علیه، زمین و آسمان و زیر و رو می کنه. شب قبل، شب قبل وقتی داشت وصیت می کرد، علی گریه می کرد، می گفت علی گریه کن، علی برا من و یتیمام گریه کن، امکنی یا اول حسن. اما لحظه آخر دیگه نگفت گریه کن، عشق چشمشو پاک کرد، گفت علی خوب شد اومدی، یه سوال ازت دارم، راحتم کن دارم میرم، به هم بگو زهرا رو حلال کردی یا نه، ازم راضی بودی یا نه. صدا زد زهرا جان این حرفا چیه میزنی؟ تو همه قرار خونه علی هستی. گفت علی جان دیگه لحظه های آخرمه، علی جان برا چند روزتون خودم نون پخته، علی جان خودم امروز موهای زینبم آشونه زده، خودم امروز حسینم و حمام بردم. علی جان خیلی مراقب حسنم با. علی جان میخوای بعد من ازدواج کنی؟ ازدواج کن، اما یه کسی رو بیار مواظب بچه‌ام باشه. یه جمله فرمودم علی جان، کسی رو نیار سر یتیمام داد بزنم، بچه‌ام کوچیکن تازه مادر از دست دادم. یه جمله بگم، دلم یه جایی رفته نمیدونم آج اصلا میره یا نه، میخوام بگم همه عالم میدونن سر بچه یتیم نباید داد بزنی، بچه یتیم رو باید بغل کرد، یتیمی درد بین. بخون دیگه اگه بغل کرد. یتیم، آره همه جا سفارش بچه یتیم رو کردن، اما من یه یتیم سراغ دارم. گفت بابا مواتو خاکی
بگم بابا سر تو شکسته. غم تو دوباره نبینم عزیزم. داد میزنی یا نه اینو بگم زود از این روزه گذشت حالا که از امام رضا فرمودن. شما فرمودین به امام رضا سحری داد، مولا رو چند ساعت از پا در آورد. بعد فرمودین مدینه زهر ندادن، یه خبر با مولا همون کارو کرد. دیدن قهرمان خیبرم دیگه نمیتونه راه بره، این آخر روز تقدیم به مدافعان حرم. حاجی اجازه بده من محضر امام رضا میگم. میخوام بگم امام رضا از نسل علیه، اگه از سالو در اومد از پا افتاد. امیرالمؤمنین مرد جنگه، یه خبر باشی کارو کرد. اما مردم من یه جا سراغ دارم، یه خبر با یه خانمی همین کارو کرد. آماده ای بگم از حرم تا قتلگاه، باید بلند بلند گریه کنی شب آخر ماهه. از حرم تا قتلگاه، وای وای وای، هی رو زمین افتاد، نگاه کرد دست و پا میزد حسین. نوشتن روزه خوندن برا حسین فاطمه، بگی من چه روزه خون نبودم. بهت فیلم امشب و نشون بدن، بگن یادتش نهر 29 مارم از اون حرم امام رضا حسین. اما جیبو
زیارت حجت ابن الحسن قرار بده.